درود و وقت بخیر دوستان عزیز، عیدتان مبارک. امیدوار هستم که خوب و خوش و سلامت باشین و ایام عید به خوبی و خوشی سپری کنین در داخل خانه تان، در داخل منزلتان. و امیدوار هستم که از این وقت که دارین، از این روزهای قرنطین به خوبی استفاده کنین. این روزها به خاطر دیولپ کردن تواناییتان، به خاطر یاد گرفتن چیزهای تازه و چیزهای نو بسیار خوب است. کوشش کنین که در خانه باشین، کار کنین، کامپیوترتان پیشتان باشه و فقط اگر که علاقمند دیزاینینگ هستین دیزاین کنین، اگر علاقمند کودینگ هستین کود کنین، اگر علاقمند فرزندگی بخشای کامپیوتر هستین و کاملا بخشای خارج از فیلد کامپیوتر هستین، در مو کارهایتان مصروف باشین. این وقت بسیار براتان خوب است که اسکلایتان را دیولپ کنین. و همچنان یک تشکری میخواستم بکنم از تمام دوستایی که سهم گرفتن در ساختن پوستر عید مبارک. من واقعاً بسیار خوشحال شدم، دوستا بسیار زیاد فرستادن، تعداد تصاویری که فرستادن بسیار زیاد بود و این را میخواییم براتون بگم. دوستای عزیز، بعضی ها بر من مسج کردن یا کامنت کردن که این تصاویر، میگفتن که تصاویر پوسترایی که برات ارسال شده اینا پروفشنال نیست، به خاطر از اینکه المنت ها را از وبسایت هایی که آماده است از اون وبسایت ها المنت ها را گرفتن. به نظر من هیچ مشکل نداره، این در اصطلاح ما اوتسورسینگ میگیم، یعنی از یک سورس دیگه یک چیزی رو میگیریم، در دیزاین خود شامل میکنیم. اونم در تمام دنیا مروج است، هر کس از اون استفاده میکنه. و چیزی که فعلا من اون را زیاد مورد بررسی قرار میدم، قوانین دیزاین میبینم، کانترست میبینم، استفاده از رنگ میبینم که چه رقم صورت گرفته و خلاصه لی اوت میبینم که چه رقم است، از لحاظ پراکسیمیتی و خلاصه تمام قوانین که در دیزاین است. من از اون لحاظ دیزاین های شما را میبینم و از اون لحاظ قضاوتش میکنم. و ای که شما از بعضی سورس های خارجی اگان دیزاین گرفتین مشکل نیست، و این رو براتون وعده میکنم که در آخر صنف الستراتور شما میتونین که تمام از اون چیزهایی را که حال از دیگه جایی میگیرین خودتون جور کرده بتونین. فرزن تصویر مسجد یا فرزن عکس مهتاب یا خلاصه این چیزهایی است که اکثرت دوستان کندر از وبسایت های دیگه بگیرن، ولی ایره خودتان باز میتونین که دیزاین کنین، خودتان جور کنین، کاملا هیچ ضرورت به اوتسورسینگ نمیداشته باشین. و ایره میخواستم بگم دوستان در مورد صنف الستراتور که فعلا جریان داره، لطفا این صنف دقیق بخونین، بسیار متوجه باشین. فعلا ما در بخش تا نمیفهمم که سیشن چند میشه پیش رفتیم، ولی فعلا مکملا تئوری است، یعنی ما پروژه کار نکردیم. ولی وقتی که ما به پروژه ها میرسیم در الستراتور، باز او وقت باید شما بسیار وارد باشین، بسیار دستان رو باشه، با آسانی بتونین که از تمام طول هایی که است، ابزار هایی که است و کانسپت هایی که داره کلش باید بفهمین و استفاده کنین. به خاطر از اینکه بعد از صنف الستراتور ما صنف برندینگ داریم، باز در وجود شما باید با الستراتور و فتوشاپ اما آشنایی داشته باشین، حداقل اما قدر که ما در صنف براتون درس دادیم اما قدر آشنایی داشته باشین. باز برندینگ عموما گپایی که میزنیم کلش در مورد قوانین برندینگ است و قوانین مارکتینگ است و خلاصه بعضی موضوعات هست که باز در اون وقت سرش صحبت میکنیم. و پلان دارم که بخیر بعد از این براتون موضوعات جدیدتر شامل بسازم، در مورد هاردویر ها هم حتی صحبت کنم. خلاصه بخاطر از اینکه سوال بسیار زیاد شده از من، و مخصوصا در مورد کامپیوترهایی که برای گرافیک دیزاین ضرورت است و به خاطر ابزار دیگه‌ای که هاردویر هستن که برای گرافیک دیزاین میشه استفاده کنه، که از سوال زیاد شده، ما تمام از اینا رو پیش خود نوت کردیم و بخیر کوشش میکنم که آساس و سر تمام از اینا صحبت کنیم. و هستم همراهتان، هستیم و میرقم پیش میریم، شما هم کوشش کنین. و بازم براتون میگم دوستای عزیز، روزای عید در خانه بمانین و کوشش کنین که اسکیل خود یا توانایی خود اپگرید کنین، دیولپ کنین، یاد بگیرین و چیزایی که تازه جور میکنین شریک بسازین در گروپ افغان گرافیک دیزاینرز تا دیگه دوستان ببینن، نظر بدن و به میرقم بخیر پیش میریم. وقت خوش میخوایم براتون دوستای عزیز، عید خوش میخوایم براتون و خدا حافظتان.